و درود به شما عزیزانم خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ چقدر عالیه وقتی اینجا هستم یه افتخار و فیض بزرگ نصیبم میشه که میتونم با چهره های درخشان شما تماس برقرار کنم و مخصوصا کسایی که مدت ندیدم اینجا زمانیه که بتونم ببینم خوش اومد میگم به شما عزیزانم امروز هم میتونم به قول سعدی شیرین سخن فکر کنم سعدی اینو میگه میگه باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری آمین به خصوص که امروز این زیافت مقدس عشای ربانی رو داریم خداوند ما خداوند ما عیسی مسیح که نان شکسته شد روی صلیب مثل یک شراب ریخته شد روی صلیب که امروز تو نه تنها نانی به کفاری و به قفلت نخوری و که از طریق میز مقدس این سفره شاهانه خداوند آرامی شفا و به خصوص بیداری بر تک تک شما عزیزانم بیاید آمین و همینطور آینه آین مقدس اشای ربانی بازگشت خداوند ما رو به ما یادآوری میکنه به یادمون میاره همطور که پولس اول قرنتیان باب 11 آیه 26 میگه هرگاه این نان را میخورید و این پیاله رو بر میدارید موت خداوند را ظاهر میکنید تا روزی که باز آیم آمین نه فقط شفا آرامی و بیداری از طریق نان و بدن خداوند ما خون خداوند ما امروز میتونه شامل حال ما بشه این فیض خداوند بلکه این سفره مقدس به یاد ما میاره که خداوند ما به زودی خواهد آمد بازگشت ثانوی خداوند ما بسیار نزدیکه هرچند دنیا رو وقتی نگاه میکنی در وضعیت تاریکی و ظلمت به سر میبره نیست دیگه احتیاجی نیست بگم ولی طلوع صبح نزدیکه نقطه اوج تاریخ بشریت فرا رسیده چه باور کنیم چه باور نکنیم هرچند وقتی شهر انسان رو نگاه میکنیم دنیای خودمون رو نگاه میکنیم که چطور جولانگاه هر نوع پلیدی شده چطور حکومتهای جابر در جهان نیکوی خدا دارن برای خودشون تخت, تخت و تاز میکنن و اینطور به نظر میاد که خداوند حتی خداوند جهان نیکوی خودشو به حال خودش رها کرده و همینطور وقتی کلیسه ها رو در این زمانهای آخر نگاه میکنیم خیلی به واضح میبینیم که چقدر زیاد اعمال جسم در میان مسیحیان جسمی رو به روب رو اینا همه علامت بازگشت ثانوی خداوند ما ایسای مسیحه ولی در این حال روح القدس این قدرت الهی از زان به خاطر آمدن خداوند ما ایسای مسیح فعالانه بر تو دو تا مقوله بسیار حیاتی متمرکزه این دو مقوله چیه یک فوریت پیام نجات بخش انجیل که خطیرترین و عمیقترین نیاز انسانه دوم روح القدس فعالانه مشغوله که عروس خداوند رو کلیسا رو آماده کنه تقدیس کنه تخصیص کنه چون بازگشت سانوی خداوند ما نه تنها نزدیک بلکه بردره در این زمان ها روح القدس مصرانه عزیزان عزمش رو جسب کرده که عروس مسیح رو از بیابان های نفس هرچند درد ناکه عبور کنه عبور بده با قوت خودش که نه تنها این عروس ظرفیت پیدا کنه از دروازه تنگ رستگاری عبور کنه بلکه عروسی باشه که ملبس به تنپوش سفید تقدس تا شایستگی اتحاد با داماد سماوی رو پیدا کنه در کتاب مکاشف یوحنا باب 19 آیه 7 بیانیه خیلی زیبا داره که با این زمانهای ما شاید جور در نیاد این اخبارها این وضعیتی که داریم میبینیم ولی در همین وضعیت آور دنیا داریم میگه به وجد دایید ای کلیسا به وجد دایید شادی نمایید او را جلال دهید چرا زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را داره آماده میکنه آماده ساخته با جامعه کتان نفیس درخشان پاکیزه جامعه که خداوند به او بخشیده تا به تن کنه جامعه نفیس چیه اعمال پارسایانه مقدسین می باشد. در پرانتز بگم عزیزان پیامی که در این زمان ها داره مخابره میشه در هر کلیسایی من فکر باورم اینه در کلیساهای زنده اگه پیامهایی داره مخابره میشه کاملا نبوتیه پیامی نبوتیه که تاکید اون بر وقایع آینده در نقشه سرنوشت ساز خداست از اونجا که ما در ایام آخر هستیم و کلیسا در حال روبوده شدنه یعنی فیض الهی داره در جهان از جهان برداشته میشه برای همین موعظه های نبوتی از اهمیت بسیار حیاتی برخورداره مخصوصا امروز دو ماه پیش بود که در رویای خیلی زنده واضح و روشن خدا این پیام رو داد از دو ماه پیش در دعا هستم که کی زمان خدا میرسه خداوند اجازه میده که این پیام به سم کلیسا و کلیساها برسه دعا میکنم در این لحظه که روح القدس به خاطر ضرورت این زمان زمانی که کلیساها درونه با مسی قنیتر با مسی قویتر بر گوینده کلام و تک تک شما شنوندگان قرار بگیره آمین تا کلامی که امروز کاشته میشه که قادر جانهای ما رو نجات ببخشه باش مقاومت نکنیم بلکه با فروتنی بپذیریم در انجیل لوقا باب چارده همینطور در متا باب 22 خداوند دو تا داستان تمثیلی رو داره بیان میکنه که دقیقا عزیزان دقیقا داره فکوس روح القدس روی این دو هدف سرنوشت ساز داره نشون میده به تصویر میکشه این دو تا هدف چی بود؟ فوریت پیام انجیل خداوند به تمامی عالم و آماده شدن عروس خداوند تقدیس کلیسا در انجیل لوقا باب 14 از آیه 16 تا 24 براتون قرائت میکنم شخصی زیافتی بزرگ ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد چون وقت شام فرا رسید خادمش را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید بیایید همه چیز آماده است اما آنها هر یک عذری آوردند یکی گفت مزرعه ای خریدم که باید بروم آن را ببینم تمنا این که بداری دیگری گفت پنج جفت گاف خریدم همکنون در راهم تا آنها را بیازمایم تمنا این که بداری سومی گفت تازه زن گرفتم از این رو نمیتوانم بیایم شلوز آس. پس خادم بازگشت و سرور خود رو آگاه ساخت میزبان خشمگین شد و به خادم دستور داد به کوچه و بازار و شهر بشتابید، تابید فقیران، معلولان، کوران، لنگان را بیاورید خادم گفت سرور من دستورت را انجام دادم اما هنوز جا هست پس آقایش گفت به جاده ها و کوره راه های بیرون شهر برو و, و به اصرار مردم را به زیافت من بیاور تا خانه من پر شود به شما میگویم که هیچ یک از دعوت شدگان شام مرا نخواهند خورد. عزیزان ایسا داستانی در مورد یک نجیب زاده داره تعریف میکنه که ماهاست مشغول تدارک یه مهمانی بزرگه یه مهمانی سخاوتمندانه ها که خصوصیت شرقی داره خاورمیانه داره دیدین که ما ها وقتی یه مهمونی داریم همین جانمون رو میذاریم نه اون خصوصیت قرب بلکه یه مهمانی سخاوتمندانه و این میزبان این مهمانی که داره میده بزرگترین واقعه سال در این دهکده کوچیک بود در عهد عتیق وقتی کسی رو دعوت میکردی به صرف خوراک که اون زمان میگفتن نان خوردن نمادی از مشارکت بود، نمادی از صلح و صفا بود و این دعوت به گوش یهودیان بسیار آشنا و بسیار خوشایند بود و همطور نان خوردن سمبل قوت، پشتیبانی و پیروزی بود داود در مزمور 23 میگه من توسط دشمنانم محاصره شدم اما خداوند به عنوان شبان نیکو سفره ای به حضور دشمنانم می گستراند. و اشعیا هم رویایی از یک واقعی بسیار عالی می بینه که همه مردم نه فقط برگزیدگان نه فقط از ما بهتران بلکه همه مردم به همراه خدا در اون زیافت ملوکانه از اون لذایز الهی بهرمند میشن زمانی که مرگ نابود میشه زمانی که پرده میان زمان و ابدیت تا ابد گسسته میشه اشعیا باب 25 آیه 6 میگه خداوند لشکرها در این کوه زیافتی از لذایز برپا خواهد نمود یعنی زیافتی از شرابهای کهنه از خوراکهای پرمغز و مقوی و مرغوب ترین شراب ها در زمان یهودیان یهودیان عزیز بر این یقین بودند که فقط اونها هستند که به عنوان قوم برگزیده در این زیافت شاهانه نان و شراب نفیس خواهند خورد و انتظار حضور امت ها رو هرگز نداشتن و عیسی با این داستان داره یه هشدار قوی به یهودیان میده که چطور در حال از دست دادن جایگاه خود در اون زیافت مسیحیایی هستن در این داستان در لوقا باب چارده مردی والا مقام عزیزان جشنی تدارک میبینه یه جشن بزرگ و همه افراد رو منتخبین رو برگزیدگان رو دعوت میکنه و اینطور بود در اون زمان در میانه اگه فرد با نفوزی اگه فرد مهمی مثل شیخ یا امیری یک دعوتنامه ای برای افراد میفرستاد افرادی که این دعوتنامه رو میگرفتن هیچ حق انتخابی نداشتن این دعوتنامه حکمیه یک احزاریه رو داشت که این افراد باید با سربلندی با افتخار در این مهمانی حاضر می شدن و همینطور رسوم اون زمان این بود که میزبان یک دعوتنامهی که دو ماه جلوتر میفرستاد بعد زمانی که داره غذا سرو میشه نیست دوباره خادمین خودشو میفرسته که دوباره گوشزد کنه دعوتنامه بعدی این خادمین من اینطور فکر میکنم که زمزمه کنان در کوچه ها و شاهره ها حرکت میکنن میگن به دعوت شدگان بیایید بیایید زمان الها رسیده زیرا زمانشه همه چیز آماده است برای بریان شده جوجه کباب ها کباب های شیشلیک همه چیز آماده است فقط بیایید فقط بیایید من میخوام تصور کنین اجزا عدم پذیرش هر مهمان دعوت شده با هر بحانه ای بزرگترین اهانت به میزبان محسوب میشد ولی متاسفانه و با شرم بسیار در لحظه آخر هر یک عذری برای نیامدن داشتن اولی میگه مزرعه خریدم که به جهت ارزیابی میروم یه بهانه باور نکردنی که در واقع دروغ بزرگ بود خرید زمین در خاورمیانه از یک روند بسیار طولانی بود چون زمین همیشه ارث و میراث اولادی بود و چند سال طول میکشید در زمین چطور این شخص میخواست شبونه بره زمین رو ارزیابی کنه چطور نمیتونست تا صبح صبر کنه میخوام متوجه این بهونه ها بشین عزیزان انگار داشت پیام رو به این میزبان عالی مقام میداد که زمین برای من خیلی مهمتر از اینه که در اون مشارکت صلح و صفا با تو نان بخورم دومی میگه پنج جوف گاو خریدم باید برم اونا رو امتحان کنم اون هم در شب در شب میخواد حرکات گاف ها رو امتحان کنه بازم در اون زمان افراد ثروتمند برای مزرعهشون یه جفت گاو داشتن اگه خیلی ثروتمند بودن مزرعه بزرگ بود دو جفت گاو داشتن این پنج جفت از کجا اومد برای چی اومد در زمین چطور میتونه سر اون تاریکی حرکات گاوها رو تشخیص بده متوجه هستین عزیزان این پیامو میداد من ترجیح میدم با گاوام در مزرعه باشم تا با یک نجیب زاده عالی مقام نان بخورم بعضی از زمان ها از اینقدر ها انقدر توهین آمیزه انقدر آکنده از بی احترامیه که آدم نمیدونه چی بگه نمیدونه واقعا من فکر می‌کنم میزبان ما که پر از خشم و درد بود به جای اینکه فریاد بزنه چون فایده دیگه نداشت من اینطور حس میکنم وقتی خودم اون جای اون میذارم با یک نجوا یک نجوای درونی فقط ابراز میکنه راحت باش عزیز جان با گاواد مشغول باش خیلی زود خواهی فهمید که چه آسون ایام تفقد خود رو از دست دادی و سومی یک بهانه ضعیف و بسیار خندهدار ارائه میده زنی گرفتم نمیتونم بیام زن گرفتم عزیزان در اون زمان که کاملا مرد سالار بود اصلا هیچ مردی اسم زنشو نمی تو جمع حتی میخواست اشاره کنی، گفت ننه بچه‌ها. ایال یا من یادم میگفتن ننه بچه های ایال مربوطه تو فیلم چی بود؟ فیلم ایال مربوطه و زنان کاملا در هاشیه بودن حتی اگه این مردم به خاطر زنش که غیر ممکن بود این زیافت رو از دست میداد تا آخر اوم یک مهر زن زلیل روی او زده میشد که اون نمیتونه سرش رو بلند کنه و مقابل همه ای این بهونه ها عزیزان میخوام فقط تصور کنی خشم این میزبان چقدر قابل درکه اربابی که ماها تدارک دیده گوساله های پرواری زب کرده بونه رو برای رقص آماده کرده دیجی آماده کرده اینکه موسیقیه, موسیقی موسیقی های عالی برای رقص بسازه شراب ناب همه چی آماده است میتونیم بفهمیم چه اهانت بزرگی بود من فکر میکنم فقط می‌فهمیم، ما خیلی خوب میفهمیم عزیزان خیلی خوب میفهمیم در پرتو فرهنگ شرقی خیلی خوب میفهمیم که این ها چقدر مسحک بود چطور مهمانها موزیانه و معدبانه اما با ریاکاری پاسخ دادن به اون همه ارج و قرب و محبت اگه جا، کسی جای ارباب بود تمام این غذاها رو جلوی خوک میریخت و جشن رو به هم می‌زد، ولی عزیزان ولی اما لیکن لیکن زیباترین و مهیشترین کلمه اتصال این نجیب زاده که سمبل ایسای مسیح خداونده عجیب ترین و غیر منتظر ترین فرمان رو به خادمانش صادر میکنه بروید فقرا معلولین بی کسان زاغ نشینان رو کارتون خواب رو متروتین جامعه رو بیارین تا در تالار زیافت من جای از ما بهتران رو بگیرن بازم فکر میکنم من وقتی داستانا رو میخونم هی خودم جای این افراد میذارم خادمین چطور وحش زده شدن چطور ممکنه ضیافت به این مجللی از یک نجیب زاده ولی چنین مهمانانی جایگزین بشه چطور ممکنه وقتی به اینجا رستم فقط یاد یوحنا با به یک آیه یازه افتادم اون از خواستان خود اومد اما خواستان او رو نپذیرفتن اما به کسانی که او رو پذیرفتن این حق رو داد این ظرفیت رو داد که فرزند بشن نه فقط فرزند بشن بلکه از خان نعمت او تا ابدیت خدا نان بخورن از این ارباب دینی به این افراد داشت دین داشت عزیزان این دعوت شدگان چه شایستگی داشتن نه ارث و نه میراث و نه شهرت و نه ارج غربی صرفا عزیزان فقط دعوت این جنتلمن اثار عیسی مسیح خداوند برخواست از فیض بود فقط فقط رسوایی فیض عزیزان که میتونه چنین افرادی رو به زیافت مسیحیایی دعوت کنه اینجا گفته دعوت کنه من فکر میکنم حتی بعضی از ماها رو از جمله منو حمل کرده چون یه افرادی که میگه حتی نمیتونن گاهن حرکت کنن به سوی این دعوت تا آیه 22 میگه خادمین بر میگردن میگن همه رو دعوت کردیم ولی هنوز جا باقیه این کلمات چیه عزیزان باستاب گفته پرمحبت محبت ایسای مسیح در یوحنا باب چهارده است در خانه پدر من منزل بسیاره هنوز جا باقیه هنوز تالار زیافت خیلی جاش خالیه برین در کور راها برین برین کسانی رو پیدا کنین زیر بوته ها خوابیدن بریم قانعشون کنیم بریم باشون حرف بزنیم چون یه دعوت معمولی نیست بلکه یه دعوت سرنوشت سازه یک دعوتی که فوریت حیاتی داره در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به خبر خوش انجیل موعظه کنین دعوت کنین عزیزان من و تو همون امتا هستیم همون اجنبیان هستیم همون افرادی هستیم که بیگانه بودیم با وعده ها با عهد زیر بطه های مذهب و ترس بیتوته کرده بودیم نیست؟ اگه یادمون باشه اگه یادمون بیفته که از کجا اومدیم و من و تو هیچ نصیب و قسمتی از سفره شاهانه خداوندمون نداشتیم فقط خدایی که در رحمانیت دولت منده از حیثیت فیض عظیم خودش از حیثیت محبت عظیم خودش از ما رو دعوت کرد ما رو زنده کرد در عیسی مسیح خداوند و سر سفره پرفیض خود نشانید چه واقعیت پرجلالی عزیزان چه فیض عجیب و عظیمی من فکر می‌کنم هنوز ما واقعیت نجات رو محف میبینیم در آینه می‌بینیم. روزی در آسمان آشکار میشه که چه فیضی چه عظمتی نصیب حال ما شده اما یه روایت دیگه است در متا باب 22 آیه یک تا چارده اینجا هم یه زیافت بزرگه اما پادشاه به افتخار عروسی پسرش این زیافت و این جشن رو ترتیب داده و در این روایت هم همه بهانه های کج و موج به خوبی قابل رویته عزیزان گوشاتون با منه روح القدس امداد کنه که کلام به مقصد بشتابه در نام عیسی مسیح و هر روحی که میخواد ذهنها رو ببنده در این لحظه ذهنهایی که خوانده شدن در اون زیافت باشن در نام عیسی مسیح از این فضا دور میکنم شاه به افتخار عروسی پسرش جشن رو ترتیب میده و متا بیستو 22 آیه یک میگه پادشاهی برای پسر خود جشن عروسی برپا داشت او خادمین خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به جشن فرا خانند. اما آنها نخواستند بیایند پس خادمین دیگر فرستاد گفت دعوت شدگان را بگویید اینک سفره جشن آماده است گاوان گوساله های پرواری را سر بریدم همه چیز آماده است پس به جشن بیایید به جشن عروسی بیایید اما آنها اتنا نکردند هر یک نوشته به راه خود رفتن اینجا که رسید فقط یاد اشعیا 53 افتادم آیه شی که میگه هر یکی از ما به راه های خودمون بودیم هر یکی گمراه مثل گوسفندان گمراه به راه های خودمون بودیم اینجا هم میگه یکی تو تجارت خودش مشغول بود یکی رفت به مزرعش دوباره برسه و شاه دوباره خادمین خود رو گفت جشن عروسی آماده است اما عزیزان دعوت شدگان شایستگی حضور در آن را نداشتند پس به میدان شهر بروید هر که را یافتید به جشن عروسی دعوت کنید غلامان به کوچه ها رفتن هر که را یافتن چه نیک و بد با خود آوردن و تالار عروسی بالاخره بالاخره پر از مهمانان شد اما عزیزان اما هنگامی که شاه برای دیدار به مهمانان با مهمانان وارد مجلس شد مردی را دید که جامعه عروسی بر تن نداشت از او پرسید ای دوست چگونه بدون جامعه عروسی به اینجا آمدی چطور چطور یه همچه زیافتی؟ برای پسر یگانه هم ترتیب دادم نکاه پسر منه ولی چرا لباس نامناسب به تن داری آن مرد پاسخی نداشت در ترجمه دیگه نوشته آن مرد خاموش شد عدم پاسخگویی این مرد عزیزان فقط نشان دهنده اینه که او میتونست او این ظرفیت رو داشت که با آمادگی بیشتر و لباس مناسبتری در این زیافت شرکت کنه اگر خدا و وعده های خدا رو جدی می گرفت. اگر ترس و احترام خدا در دلش بود. آنگاه پادشاه خادمین خود را گفت دست و پایش را ببندید و او را به تاریکی بیرون بیاندازید جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان اندک اما برگزیدگان چه اندک آمین که به جای اینکه اگه مقاومتی هست با این کلام به جای هر نوع مقاومتی روح القدس امداد کنه که با فروتنی این کلام رو در ترس خدا بپذیری از این دعوتنامه ها به وسیله فیض الهی ارسال میشه اما مسئولیت تبدیل و آماده شدن به جشن عروسی نکاه بره به عهده هر کدام از ماست مهمانی که لباس مناسب به تن نداشت معرف تمام کسانی هست که دعوت مسیح رو میپذیرن چقدر براشون خوشاینده چقدر جالبه چقدر عالیه چقدر پر از فواید برکاته ولی واقعاً به مسی مسیح ایمان ندارند یعنی ردای عدالت در تن آنها نیست افرادی که دعوت رو میپذیرند، از گروه دوم تولد تازه دارند ولی زندگی خودشون رو در اطاعت به مسیح نسپردند بردند. اونا در برکات مسیح سهیم هستند اما اما حاضر نیستن که شریک رنج مسیح بشن این افراد هرگز اجازه در زیافت مسیحیایی ندارند دقیقا مثل حکایت باکره ها در متا باب 25 نیست ده تا باکره هر ده تا ایماندار بودن تولد تازه داشتن اما پنج تا میگه وقتی شب داماد آمد پنجتا تا آماده هوشیار بودن با داماد رفتن به جشن عروسی ولی اون پنجتا تا با اینکه تولد تازه داشتن پشت در موندن با کره ها در میزدن در رو باز کن میخوایم وارد شیم داماد میگفت اینک شما رو نمیشناسم بعد ایسای مسیح در متا با 25 آیه 13 میگه پس بیدار باشید کلیسا بیدار باشید چون آن روز و آن ساعت که خواهد آمد هیچ کس از آن خبر ندارد از من اینجا راجع به نجات صحبت نمی کنم امنیت ما در عیسی مسیح خدا ابدیه نجات ما ابدیه کسی اگه نزد او بیاد خداوند هرگز او رو بیرون نمیکنه عیسی مسیح میگه گوسفندای من صدای منو میشنون من به اونا حیات ابدی میدم اونا منو متابعت میکنند و اونا هرگز هلاک نخواهند شد و بسیاری از این آیات هست کتاب مقدس که امنیت الهی رو امنیت نجات رو به ما میده یعنی مسیح با خونش اینو امضا کرده منظور از این روایت تکان دهنده اینه تمام کسانی که به کلیسا میآیند و حتی خدماتی انجام میدن موعظه میکنن نبوت میکنن شاید بشارت میدن حتما این نیست که پیرو مسیح باشند امکانش هست که نجات رو ندارند کلام به وضوح میگه کسانی که نجات رو دارند تا به آخر به خصوص در تجربه ها در پایداری در وفاداری در امین بودن برای خداوند میمانند تا وارد آن زیافت مسیحیایی بشوند زیرا ام. که طلبیدگان چه بسیارند اما برگزیدگان چه اندک و آخرین آیه که بازم یوحنا تثبیت میکنه این پیامو در مکاشفه باب سه آیه پنج میگه کسانی هستند که لباس خود را نجس نساختن در لباس سفید با من خواهند خرامید زیرا که مستحق هستند هر که قاله باید این چنین به جامعه سفید آراسته خواهد شد و نامش هرگز از دفتر حیات زدوده نخواهد شد هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آمین. پس چشمای خودمون رو میبندیم و چند لحظه دعا میکنیم تا بعد از دعا در آمادگی به میز اشا نزدیک بشیم. ای خداوند خادمی تو و حسب هدایت و اراده تو سخن گفت فقط توی که میتونی در اصحان بیدار در کسانی که کس تو هستن روشنایی و روشنگری ایجاد کنی ای خداوند خادمی تو مثل اون کشاورز اون دانه ها رو پاشید فقط تو هستی که اونها رو آبیاری میدی پرورش میدی ای خداوند تا این دانه ها به هدر نره ای خداوند خادمه تو سخن گفت ای خداوند از راز تو از سخن قلب تو فقط تو هستی ای روح القدس که اسرار رو باز میکنی پس دعا میکنم که در نام عیسی مسیح خداوند در نام عیسی مسیح خداوند هیچ کس چه کسی که از طریق رسانه ها این پیام میشنوه کسی که اینجا نشسته با کلام تو مقاومت نکنه بلکه خداوند با فروتنی این کلام که پیام قلب توست بشنوه فقط در قلبم ای خداوند که در آخر این دعای اشعیا این نبوت اشعیا رو روی کلیسا و کلیساها اعلام کنم که بیدارشین بیدارشی ای کلیسا ای کلیسای خداوند و لباس زیبای خود رو بپوش اگه لباس عدالت تو لک شده اگه لباس عدالت تو گرد خاک این دنیا به اون پوشونده شده آلوده شده اشعیا میگه بیدار شو ای کلیسا لباس زیبای خود رو بپوش خود تو از گرد خاک این دنیا بیافشان تا با لباس پاک فاخر با لباس ترازدار به زودی نزده شاه شاهان حاضر شوی. در نام عیسی مسیح کلیسای خداوند بگه. آمین. آمین و آمین.